سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه دوم قوس 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 22 نوامبر سال 2020 میلادی. سرخط مهمترین ها. خواست وزیر خارجه آمریکا از هیئت گفتگو کننده قطر برای کاهش خشونت ها در افغانستان. تأکید نمایندگان مجلس از بحر تأمین امنیت کشور از وزیران دفاع و داخله. برگزاری نشست جنوا در مورد افغانستان تا فردا. نگرانی کارمندان دولتی و خصوصی از نبود ضمانت امنیت شغلی و هشدار سازمان جهانی بهداشت از موج سوم همگیری کرونا. من محمد ایوب نسیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیر خارجه آمریکا دیروز در دیدار با هیئت گفتگو کننده صلح حکومت و طالبان خواستار کاهش خشونت ها و آتش بس هرچه زودتر در افغانستان شده است. وزارت خارجه آن کشور در آگهی نامه افزود است که مایک پامپئو با هیئت های هر دو طرف به گونه جداگانه دیدار کرده و طالبان را به تسریع گفتگوهای صلح تشویق نموده تا هر دو جانب به یک توافق سیاسی و آتش بس پایدار برسند. در همین حال هیئت حکومت افغانستان گفته است که پس از رهایی 5000 طالب افزایش خشونت ها پذیرفتنی نیست و در تناقض با توافق دوحه است. شیرشاه رسولی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا دیروز به قطر رفت و با هیئت‌های طالبان و حکومت افغانستان به گونه جداگانه دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا در آگهی‌نامه گفته است مایک پومپیو هر دو طرف را تشویق کرد که چیز زودتر به یک نقشه سیاسی و آتش‌بس جامع توافق کنند. بر بنیاد آگهی‌نامه پومپیو تاکید کرده که مردم افغانستان انتظار دارند و شایسته آنند که پس از 40 سال جنگ به خونریزی در صلح و امنیت زندگی کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید هیئت این گروه در مورد اهمیت توافق دوحه، پایان فهرست سیاه، رهایی زندانیان باقی مانده و موضوعات مرتبط با گفتگوهای میان افغانان صحبت کردند. در نشست روی توافقنامه امضا شده میان هر دو جهت تاکید ورزیده شد و بر اهمیت آن صحبت ها صورت گرفت. همچنان تاکید شد که بر همه مواد این توافقنامه عمل صورت بگیره و موضوعات از قبیل رهایی زندانیان باقی مانده امارت اسلامی افغانستان و به پایان دادن لیست های سیاه و همچنان بر موضوعات مربوطه مذاکرات بین الافغانی بحثا صورت گرفت. هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان نیز در آگهی نامه میگوید در دیدار با پومپیو گفتند افزایش خشونت‌ها پس از رهایی 5000 زندانی طالب پذیرفتنی نیست و در تناقض با توافق دوحه است. دیروز هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا آقای پامپیو در حالی که فرستاده ویژه کشور در امور صلح افغانستان آقای خلیزاد هم حضور داشتند دیدار کرد. در این دیدار روی حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر نگرانی های اعضای هیئت از افزایش خشونت ها و همچنین حمایت ایالات متحده از صلح پایدار در افغانستان که یک هدف مشترک است بحث شد. زمان موثر خواهد بود که آمریکایی ها بالای طالبان فشار بیاورند و از سوی دیگر از حکومت پاکستان هم تقاضا بکنند طالبان را وادار به یک راه حل سیاسی بسازند. در غیر آن همه جناها منتظر سیاست های جدید حکومت آقای بایدن خواهد ماند. در همین حال معاون پیشین ستاد ارتش آمریکا گفته است پس از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان طالبان 50% خشونت ها را افزایش دادند. با باور وی اگر آمریکا نیروهایش را خارج کند طالبان به امتیاز بیشتری در روند صلح دست خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان می‌خواستند که پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان آتش بس برقرار شود، اما هنوز آتش بس برقرار نشده است. پس از آغاز گفتگوها طالبان 50% خشونت ها را افزایش دادند. اگر ما نیروهای خود را خارج کنیم طالبان به امتیاز بیشتر در گفتگوهای صلح دست خواهند یافت.
در حال پومپیو با هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان گفتگو می‌کند که روند صلح میان افغانان به دلیل اختلاف‌ها در مورد کارشیوه این مذاکرات به بن‌بست روبرو شده بود. انتظار می‌رود در روزهای نزدیک گفتگوها میان هیئت‌های هر دو طرف برای پایان جنگ در افغانستان از سر گرفته شود. اعضای مجلس سنا چگونگی انتقال و شلیک موشک‌های روز پیش در کابل را پرسش برانگیز می‌دانند. آنان نهادهای امنیتی و کشفی را به ناتوانی متهم کرده و میگویند هراس افغانی به قلب کابل رخنه کرده و پیامدهای ناگواری را در پی دارد. در همین حال برخی از سناتوران از سقوط ولایت بدخشان به دست طالبان هشدار میدهند. پایتخت روز پیش مشابه به خط نخست نبرد گواه اصابت 23 موشک بود که از اثر آن 10 تن جان باخته و 51 تن دیگر زخم برداشتند. حمله های موشکی روز پیش در کابل با موجی از اعتراض ها و انتقاد ها امروز در مجلس سنا به همراه بود. من امنیتی سکتور تا یه وقت تاریه بود. یه موتر چیاغی که چلی رشمیله د میزایل وشتون کې وسایت باری او غرازی د خراب منځ کې تکراران داسې په خطر سره کیږي. د دریم ځل داسې په خطر سره شو چې حالا پرسش این است که چگونه این موتر پر از موشک ها به قلب کابل انتقال داده شد و با شلیک آن شمار جانهای شیرینشان را از دست داده و خانواده های هم در سوگ عزیزانشان نشستند. یک بار دیگر ضعف و ناتوانی حکومت و نیاتهای امنیتی را در کشف و خونساسازی تخریب عملیات های تخریب کارانه و تروریستی دشمن و جلوگیری از اینا به نمایش میگذاره که در جلوگیری از همچو حملات سهم فعال داشته باشیم. در قدم اول نیروهای کشفی ما، نیروهای دفاعی ما، نیروهای امنیتی ما مسئولیت دارند. این سناتوران از حکومت می خواهند که با عاملان چنین رویدادها به گونه جدی برخورد کرده و خواهان مجازات آشکار عاملان رویداد روز پیش در کابل هستند. از قاتل مردم بیگناه افغانستان هستند و خصوصا مردم کابل وقتی که اینا را دستگیر میکنن باید ددارها در سرای چوک اینا را آویزان کنن تا ای که اینا به قانون و به جزای خود برسن. باید هم جدی گرفته شود به خاطر از اینکه این مفهوم نداره. یک دفعه در وقت تعلیف جناب رئیس جمهور چنین یک حالت رخ داد و حالی از تایی مسکن اوزی چار کلگ شهر زیر راکت باران قرار میگیرد. حمله های روز پیش در کابل انتقادهای شدید مردم را نیز برانگیخته است، اما معاون نخست ریاست جمهوری از پیگیری جدی این مورد سخن زده است. افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در شهر کابل مردم را به گونه جدی نگران ساخته است. در یک شبانه روز گذشته پایتخت گواه 5 انفجار ماین مغناطیسی بوده است. در همین حال شمار قربانیان حمله‌های موشکی و انفجارهای روز گذشته به 10 تن و زخمیان به 51 نفر افزایش یافته است. معاون نخست رئیس جمهور میگوید حکومت تلاش ها را برای پیدا کردن شبکه های انتقال مواد انفجاری آغاز کرده است. امرالله صالح گفته است که وضعیت امنیتی عادی نیست و برای مهار آن نیاز به تغییر تمامی روش ها دارد. احمد نوید کاوش گزارش میدهد. شهر کابل نسبت به روزهای پیش به گونه بی پیشینه نامیده شده است و هر روز این شهر گواه انفجارهای ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند است. در یک شبانه روز گذشته شهر کابل گواه 5 انفجار ماین مغناطیسی بود که در نتیجه آن شمار زیادی از مردم کشته و زخمی شدند. صبح امروز نیز شهر کابل گواه 2 انفجار ماین مغناطیسی بود. یک موتر رنجر ارتش و دومی هم یک تاکسی شهری بود که از اثر این انفجارها یک تن جان باخته است. شایب که همراه با خانواده‌اش سر سفره صبح نشسته بودند و از حمله موشکی دیروز قصه می کرد می گوید قصه ما تمام نشده بود که ناگهان صدای انفجار دیگر از پشت خانه ما شنیده شد. بالا اونجا خانه ما چای می خوردیم و سر دسترخان ما باس ما اینمی بود که دیناروز مچم چقدر راکت آمده کل مردم ترس داشتن حراس داشتن اینمی گپا می زدیم سر اینمی موضوع باز بود که درنبس شد که از شیشا سر ما افتید. نه تنها ما همه مردم از این
یک درد میبره، رنج میبره. هر روز ما با انتحار، با انفجار، با صدای راکت صبح ما به جایی که با یک گپ خوب، با یک گپ خوش، با یک خبر خوش بیدار شویم از خواب، ما هر روز با انفجار انتحار، هر روز با صدای انفجار ما از خواب بیدار میشیم. آذان ملای ما صدای انتحار شده. در همین حال معاون نخست رئیس جمهور میگوید از محلی که حمله موشکی انجام شده، ماها پیش از همین محل چنین حمله دیگر نیز صورت گرفته است. وی در جلسه 6:30 صبح امروز نیز گفته است که وضعیت امنیتی عادی نیست و برای مهار آن نیاز به تغییر تمامی رویکردها دارد. ما به منظور رفع این خلا و پرنمودن این خلایی که ایجاد شده بود کار جدی ماجریان داره و به زودترین فرصت در روی کرده مبارزه تغییر شاید خواهد بودن. اما آگاهان نظامی میگویند هرچند این حمله ها هراس افگنانه است، اما پیام سیاسی دارد. این حمله ها باعث بشه که حمله های دهشت افگنانه است، اما پیام سیاسی دارد. اگر این در پی این حملات مافیای قدرت باشد، پیام سیاسی است که به دنیای غرب و ناتو بگه که ما را رها نکنید. اگر این در عقب حمله ها مخالفی باشد، پیامش است که دولت کابل تحقیر کنه. صبح زمان که ما از خانه میپراییم انفجار ماینای مغناطیسی بیشتر شده و جهت از این معلوم نیست، مسیرش معلوم نیست که در کجا انفجار میکنه. در موتر که میشینیم، در راهی که میریم واقعا خیلی جدی و خطرناک است. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور نیز در برگه رخنامه‌اش از افزایش تلفات حمله های موشکی و انفجار ماین های مغناطیسی دیروز در بخشای از شهر کابل خبر داده و گفته است که در این حمله ها 10 تن جان باخته و 51 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از شهروندان کشور میگویند که وزیران امور داخله و دفاع ملی که تازه رأی اعتماد کسب کردند، اگر در وضعیت خطرناک جنگ جاری که همه روزه ده ها تن را به کام مرگ میفرستد تغییرات نیاورند، باید از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شوند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که ادامه وضعیت ناگوار جاری در بخش های گوناگون در کشور برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست و اگر وزیران کابینه به این وضعیت توجه نکنند، درباره آنان تصمیم جدی میگیرند. نشست جنوا در مورد افغانستان فردا برگزار می شود. در این نشست تعهد مالی و حمایت سیاسی جامعه جهانی برای 4 سال آینده به این کشور مشخص می شود. این نشست برای 2 روز خواهد بود و نمایندگان نزدیک به 80 کشور در مورد نحوه کمک هایشان به افغانستان گفتگو خواهند کرد. فنلند، افغانستان و سازمان ملل متحد برگزاری نشست ژنو 2020 را در سوئیس بر عهده گرفتند. ذبیح الله دوراندیش گزارش می‌دهد. تا یک روز دیگر سوئیس میزبان نشست دو روزه در مورد جلب کمک‌های جامعه جهانی تا سال 2024 به افغانستان خواهد بود. نشستی که در آن نمایندگان 80 دولت و سازمان جهانی در مورد ادامه کمک‌هایشان به افغانستان گفتگو خواهند کرد. این اجلاس به هدف جلب حمایت مالی و اقتصادی کشورهای مساعدت کننده و جلب حمایت سیاسی کشورها برای 2 روز برگزار شود. تأمین صلح پایدار با تاکید بر 2 موضوع محوری: حقوق بشر و مشارکت زنان و ادغام مجدد پناهجویان و بازگشت کنندگان، روش‌های سازمانی و اجتماعی مبارزه با فساد و اولویت‌های اقتصادی و مؤثریت کمک‌ها از شمار چالش‌های عمده در افغانستانند که قرار است فردا در 3 نشست جداگانه در مورد آن بحث شود. منګه د تیر جنیوا نه چې کوم تعهدات دلسته لغه موجود تر سره کړی دي، تقریبا 90 لنه تر سره شوی او نور به هم تر سره کو. په پوره امادګۍ باندې دلته راغلی یاست او امیدوار یاست چې نړیوال همکاران به هم د تیر په څیر زمونږ سره ښه مرستې وکړي او د راتلونکو 4 کلونو لپاره د بعد افغانستان سره خپل مالی تعهدات اعلان کړي. نشست جنیوا زیر نام صلح، رفاه و خودپسندگی قرار است برگزار شود. نشستی که نمایندگان حکومت افغانستان حضور دارند، اما از حضور نمایندگان طالبان اطلاع مشخصی نیست. اما این گروه از جامعه جهانی خواسته بود تا کمک‌هایشان را با هماهنگی آنان توزیع کند. پیش از این جامعه جهانی ادامه کمک‌هایش به افغانستان را مشروط به پذیرفتن 10 شرط دانسته بود و حکومت هم برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده بود.
معلومدار جامعه جهانی فکر نمیکنم که این بار کمک های خود را مثل قبلا به حکومت بدهد. شرط های خود را جدیدتر و سریعتر خواهد داشتن، از جمله مسائل فساد، فساد سیاسی، فساد اداری و خود از بین بردن فقر، پروژه های اقتصادی که تکلیف جامعه جهانی را هم کم بکند. همزمان با این، در آستانه نشست ژنو اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری امروز در حضور رئیس جمهور غنی سوگند وفاداری یاد کردند. کمیسیونی که 12 روز پیش ایجاد و اعضای آن معرفی شد و پس از 6 سال امروز به گونه رسمی کارشان را آغاز کردند. بر بنیاد پژوهش مجموع در گفتگو با 1750 تن در 31 ولایت کشور، 98% مردم از وجود فساد و 78% از وضعیت بد امنیتی در کشور نگرانی کردند. سوالی که آیا حکومت فعلی توانایی امنیت کشور را دارد؟ 78.5% گفته که نخیر. 21.5% گفته بله. عواملی که حکومت فعلی توانایی امنیت کشور را ندارد چیست؟ یک، 75.7% مردم گفته ضعف رهبری و مدیریت جنگ توسط حکومت. با این همه نشست تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. سال 2016 بلژیم و سال 2012 ژاپن میزبان برگزاری نشست در مورد ادامه کمک ها به افغانستان بود. پیش از این وزیر امور خارجه کشور گفته بود که مسائل بد اقتصادی در جهان از بهر ویروس کشنده کرونا تهدید برای بیمیلی جامعه جهانی از ادامه کمک‌هایشان به افغانستان را نشان می‌دهد. پس از میان برنامه هم رویدادهای اقتصادی. به ادامه خبرها خوش آمدید. کارمندان در نهادهای حکومتی و خصوصی ضمانت و امنیت شغلی ندارند. وزیر صنعت و تجارت میگوید کارشیوه استخدام کارمندان در نهادهای حکومتی و بخشهای خصوصی نیاز به اصلاحات جدی دارد تا ضمانت شغلی فراهم شود. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی میگویند در کنار نبود امنیت نهادهای تحصیلی افغانستان، این نهادها نیز کارمندان تخصصی مورد نیاز بازار کار را عرضه نمی توانند. گرامی داشت از هفته جهانی کارآفرینی، اما در افغانستان کارمندان در نهادهای دولتی و خصوصی ضمانت کاری ندارند. ضمانت کاری برای مردم آماده بشه. با خاطر از این نباشه که تنها یک کس که کار میکنه ضمانت کاری، متاسفانه به افغانستان کمتر شده. مردمایی که کار میکنن هیچ ضمانت ندارند که صبح هستن یا نه. نداشتن ضمانت کاری در افغانستان یک طرف قضیه است، اما نهادهای تحصیل افغانستان نیز افراد مورد نیاز کار در بخش‌های خصوصی را فراهم کرده نمی‌توانند. 60-80% ایمپلایمنت یا کاریابی را سکتور خصوصی می‌ده، نه دولت. در اینجا مشکلی که باید حل شود که چیزی که جوان فارغ میشه، اول خو اون مهارت‌های لازم نداره که سکتور خصوصی جذبش کنه. دو مشکلی چیز وزیر صاحب که وقتی میگن وظیفه کار دارم میرن به دولت. ما یک اقتصاد 20 میلیارد دلاری هستیم. سکتور بانکی هنوز چالش‌های متعدد خود داره. نرخ بهره بانکی از حد که باید ایجاب میکنه از همه کشورهای دنیا کرده، اگر نباشه از تعداد زیادی از کشورهای دنیا کرده کاملا بلندتر است. در کنار حکومت بیشترین زمینه کارآفرینی را سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم می نماید. اما به دلیل نبود پشتبانی درست از بخش های خصوصی، این نهادها نیز نمی توانند زمینه کار دوامدار را برای شهروندان فراهم سازند. قوانین ما تغییر بکنن، مشکلاتی که طرز العمل هایی که موجود است در قوانین متاسفانه اینها تغییر بکنه. همین حکومت فعلی و همین نظام فعلی هر سه قوه متاسفانه در وضعیتی نیست که برای مردم کار بکنه و یاد ما رفته که خدمتگزارای اصلی هستیم و کسانی که اونجی هستن منتظرن که ما بر اونها خدمتگزاری بکنیم. بر بنیاد آمارها 15 میلیون فرد واجد شرایط کار در افغانستان وجود دارد، اما از این میان بیشتر از 8 میلیون آن کاملا بیکار و 7 میلیون دیگر آن گاه بیکار و یا هم کارهای موسومی دارند. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. اکنون رویدادهای جهان.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که اگر کشورهای اروپایی اشتباه‌های گذشته را تکرار کنند، آن قاره در اوایل سال آینده میلادی گواه موج سوم همگیری کرونا خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، سردی هوا و کاهش در محدودیت‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی سبب افزایش شمار مبتلایان به این ویروس شده است. سازمان جهانی بهداشت همچنان از کشورهای اروپایی خواست است که محدودیت‌های اجتماعی را افزایش دهند. ایران هشدار می‌دهد که به هر گونه تلاش اسرائیل برای هدف قرار دادن نقش مشاورتی آن کشور در سوریه واکنش نشان می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت است که کشورش در سوریه نقش مشورتی دارد. او همچنان افزود است که رژیم صهیونیستی می‌داند که زمان حمله و فرار تمام شده و به هر گونه حمله آن کشور در سوریه به سختی پاسخ داده خواهد شد. ارتش اسرائیل گفته است که در واکنش به شلیک یک موشک، جنگنده‌های اسرائیلی اهداف را در نوار غزه بمباران کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در خبرنامه ارتش اسرائیل آمده است که دیشب یک موشک از نوار غزه بر شهر آشکلون شلیک شد، اما تلفاتی در پی نداشت. مقام‌های فلسطینی نیز درباره تلفات ناشی از حمله‌های جنگنده‌های اسرائیلی چیزی نگفتند. و حکومت تایوان اعلام کرده است که یک مقام بلند پایه آمریکایی امروز از آن کشور دیدن کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، گمان می رود که به دلیل افزایش تنش‌ها میان چین و آمریکا، تایوان نام‌های این مقام‌های آمریکایی را افشا نکرده است. در همین حال امروز هزاران تن در شهر تایپی مرکز تایوان بر ضد آمریکا راهپیمایی کردند. با پایان این برنامه خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. وقت